سروران، نزدیکترین راه رسیدن به رضای الله تعالی اکرام، احترام، مهربانی با والدین هست. اون خدایی که در قرآن مجید به ما دستور میده که مرا عبادت کنید، اون معلمی که به ما ایمان تعلیم داده، قرآن تعلیم داده، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، عنایت خاصی نسبت به والدین دارم. قرآن چی میفرماید؟ و قل لهما قولا کریما. اما والدین، شما اطفال را حتما در دامن قرآن بذارید، در حلقه قرآن بیارید، در مجالس قرآن بیارید. اگر میخواهید فردا این فرزند شما، این طفل شما دستی بلند کنه و برای شما دعا کند، این فرزند شما فردا برای شما استغفار کنه، این فرزند شما در زمره اعمال نیک شما قرار بگیره، این فرزند شما فردا به شما احترام بذاره، این را در مجلس تعلیم بذارید، در مجلس قرآن بذارید، تا حداقل حق و حقوق شما را رعایت کنه، تا فردا خدمت گذار و پابوس و دستبوس شما باشه. خداوند متعال چی می فرماید؟ و قل لهما قولا کریما. ای فرزند، به پدر و مادر سخن معززی بگو، با مهربانی و بخشش با اونها سخن بگو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای فروتنی را برای اونها شما پایین نگه دار، اونها را زیر بال خودش بگیر. قرآن می فرماید ای جوانی که الان صاحب قدرت شدی، الان پدر ضعیف و ناتوان شده است، مادر ضعیف و ناتوان شده است، تو صاحب قدرت شدی. میخواهد قرآن به ما تذکر بده، به جوانان تذکر بده که شما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بال فروتنی را بر پدر و مادر شما پن کن و نگه بدار. چرا؟ چون یک روزی ذلیل بودی، ضعیف و ناتوان بودی، در آغوش مادر بودی، در سایه پدر بودی، هر نیازی داشتی پدر نیازت را برآورده می کرد، هر درخواستی داشتی مادر درخواست تو را اجرا می کرد، به گریه های تو گوش می داد، به ناله های تو گوش می داد، به لبخند های تو لبخند می زد، به مریضی تو مریض می شد. اگر ضعیف بودی پدر ضعیف می شد، مادر ضعیف می شد، اگر نگران بودی اونها هم نگران بودند. امروز پدر ضعیف شده است، امروز مادر ضعیف شده، اون بالی را که پدر و مادر برای شما پن می کردن، امروز تو جوان بر پدر و مادر اون بال را شما پن کنید. شما امروز پدر و مادر را زیر بالتان بگیرید، چون توان کار نداره، نمیتواند بره همه چیز را برای شما فراهم کنه. الان که همه چیز به دست شما هست، مال به دست شما هست، قدرت در اختیار شما هست، توان مال شما هست، زبان مال شما هست، سخن خوبی بگویید و با والدین مهربان باشید. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اما وقتی اونها را از دستم میدی دعا کن و برای اونها دعا کن، خدایا اون طوری که در کوچکی مرا بزرگ کردن، از صغر و کوچکی رب العالمین یادی میکنه، یعنی زمان مظلوم بودن و ضعیف بودنت، اونا چقدر به تو مهربان بودن. و قل رب ارحمهما، خدایا بر اینها رحم کن، کما ربیانی صغیرا، من کوچک بودم مرا رشد دادند و بزرگ کردند. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمایند سألت النبی صلی الله علیه و سلم ای الاعمال احب الى الله عز و جل، کدام عمل در نزد الله تعالی
محبوب تره. اون حضرت فرمود قال الصلاة على وقتها، نماز به وقت خوانده بشه. ثم ایو، دوباره پرسیدن کدام عمل در نزد الله تعالی محبوب تره؟ قال بر الوالدین، نسبت به پدر و مادر نیکی کن. قلت ثم ایو، بعد از این چیه؟ قال الجهاد فی سبیل الله، بر والدین، نیکی کردن به پدر و مادر محبوب ترین عمل در نزد الله تعالی هست. رضا الوالدین یجعل لک بابین مفتوحتین من الجنه، عنوانی هست پدر و مادر را شما راضی کنید، دو دروازه باز از بهشت برای خودتان کسب کنید.